سلام و درود به شما. آقای غنی برنده نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان اعلام شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد که بر بنیاد آن محمد اشرف غنی بیشترین آرای این انتخابات را به دست آورده است. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، محمد اشرف غنی 923,868 رای 50.64% آرای انتخابات را به دست آورده است. عبدالله عبدالله نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری با 820,990 رای 39.52% آرای انتخابات را کسب کرده است. هوا حلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یک شنبه 22 دسامبر اول جوزا انگام اعلام نتایج انتخابات ششم میزان گفت که گلبدین حکمتیار با گرفتن 70,243 رای در جایگاه سیوم قرار گرفته است. رحمت الله نبیل 33,921 رای، فرامرز تمنا 18,066 رای، سید نورالله جلیلی 15,526، لطیف 12,608، عنایت الله حفیظ 11,374، حکیم ترسن 6,504 رای، احمد ولی مسعود 3,942 رای، شهاب حکیمی 3,324 رای، غلام فاروق نجابی 1,606 و نور رحمان لیوان 865 رای به دست آوردند. رئیس این کمیسیون گفت که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 3 روز فرصت دارند تا شکایات و اعتراضهایشان را در کمیسیون شکایات‌های انتخاباتی ثبت کنند. این در حالی هست که تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام نتایج ابتدایی توسط کمیسیون انتخابات را برخلاف احکام سری قانون عنوان کرد. این تیم گفته است کمیسیون بدون رسیدگی به خواستها و اعتراضات قانونی، تکنیکی، ثبات و همگرایی و دیگر تکت‌های انتخاباتی مرتبط با تقلب‌های گسترده و سیستماتیک برخلاف احکام سری قانون، طرز عمل‌ها و لوحه‌های انتخاباتی و قبل از تصفیه پیش از 300,000 آرای باطل و مشکوک ارقام را زیر عنوان نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. تیم دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی با وجود استقبال از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات گفته است. ملاحظات و شکایات خود را در موارد مختلف از مجرای لازم و قانونی آن با کمیسیون شکایات انتخاباتی درج کرده و مطرح خواهیم ساخت. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 سپتامبر 6 میزان برگزار شد و اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به دلیل مخالفت‌های هواداران نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده بود. خوب دوستان نازنین، کیها با این نتیجه موافق هستند و کیها نه؟ لطفاً نظریات خود را در کامنت بنویسید. تا ویدیوهای بعدی خدا همراهتان باد.